امروز اومدم اینجا داستانی رو براتون بگم که خودم دلم میخواست اسمش رو بذارم معجزه. اما وقتی با یکی از دوستانم مطرحش کردم به من گفتش که نه، همش تلاش خودت بوده. تو این لحظه میدونم که زندگی من، در واقع داستان زندگی من، مخلوطی است از معجزه و تلاش من برای دیدن این معجزه ها، استفاده ازشون و حتی ساختن معجزه ها. خب اگر ما دوران کودکی معمولی داشته باشیم بدون هیچ حادثه غیر منتظره‌ای، دغدغه خاصی هم نداریم، به اون شدت ناراحتی هم نداریم. دوران کودکی من هم همینطور بود، چون اطرافیانم و خانواده‌ام هیچ موقع طوری با من برخورد نمی‌کردن که احساس کنم کمبودی دارم و یا احساس کنم کاری هست که من نمیتونم از پسش بر بیام. حتی یادم میاد که پدرم خیلی اوقات منو وادار میکرد این جمله رو تکرار کنم: من همه کار میتونم انجام بدم. اون زمان من متوجه ضرورت تکرار این جمله نمیشدم، ولی الان که بزرگتر شدم میفهمم چرا پدرم سعی داشت این فکر رو به من تزریق کنه. ببخشید عکسایی که فرستادم نمیاد. نه، آره. خب من الان نقاشی‌های خودم رو براتون آوردم. تفسیرش نمی‌کنم، ولی توی صحبت‌ها میتونید متوجه بشین اون احساسی رو که من داشتم. این نقاشی موقعی بود که داشتم به دوران کودکیم فکر می‌کردم. من توی 6 سالگی شنا رو یاد گرفتم توسط اولین زنی که شاید در عمل بعد از مادرم منو باور کرد. اون دوران خیلی لذت بخش بود و دوست داشتم که توی مسابقات بتونم شرکت کنم و ثمره اون تلاشی رو که کشیده بودم ببینم. اگه میشه عکس بعدی رو. ولی اولین ضربه زندگیمو خوردم توی 9 سالگی. میخواستم توی مسابقات شنای بین مدارس شرکت کنم، با اینکه سال قبلشم شرکت کرده بودم و توانایی خودم رو نشون داده بودم، ولی بهم این اجازه داده نشد. اون موقع من واقعا فهمیدم که با دیگران فرق میکنم. خب عمیقا ناراحت شدم، ولی بعد تصمیم گرفتم که هدف اصلیم بر این اساس باشه که نشون بدم انسان‌هایی که چه از لحاظ فکری و یا از لحاظ جسمی با دیگران متفاوت هستن، دلیل بر ناتوانیشون نیست و اینکه به دیگران محتاجن و یا اینکه باید به انزوا کشیده بشن. تقریباً 6 یا 7 سال بعدش من تونستم مدال‌های طلا، نقره و برنز مسابقات شنای کشوری رو کسب کنم. عکس بعدی اگه میشه. بعدیش؟ این عکسش. بعد حالا قبلی اگر میشه. وقتی منطقی با خودم فکر کردم دیدم مقصر اصلی اون خانومه که مسئول برگزاری مسابقات نیست. مقصر اصلی الگوهای انگشت شماری هستن که توی جامعه به ما تحمیل میشن و افکار مردم رو به اون سمت میبرن. این الگوها باعث میشن که قوانین بر این اساس وضع بشه برای کنترل جامعه و امکانات بر اساس نیازهایی که توی این الگوهای انگشت شمار وجود داره فراهم بشه. برای همین وقتی کسی از لحاظ فکری و یا جسمی با دیگران متفاوته، همونطور که گفتم به انزوا کشیده میشه و اینطور بهش تلقی میشه که تو ناتوانی و برای این جامعه ناکارآمد هستی. حالا اگر ما خودمونو پیدا کنیم و اونقدر قوی باشیم که بتونیم از این رودخانه خروشانی که به کسی اجازه فکر کردن نمیده و داره خودشو و داره دیگران رو با خودش میبره بیرون بیایم و انقدر مصمم باشیم برای رسیدن به هدفمون که بهش برسیم، میتونیم به اسطوره تبدیل بشیم و حتی ممکنه خیلی‌ها راهی رو که ما آغاز کنندش بودیم رو ادامه بدن.
همیشه از اینکه بخوام راهی رو انتخاب کنم، مسیر رو انتخاب کنم که میلیون ها نفر برای رسیدن بهش دارن تلاش میکنن و در رقابت هستن بیزار بودم. از اینکه شروع کننده باشیم به نظر من نباید بترسیم. وقتی که ما شروع کننده یه مسیر هستیم، رقبای ما کمترن و احتمال پیروز شدنمون خیلی بیشتره. حتی ما ممکنه اسممون در تاریخ ثبت بشه و خیلی ها راه ما رو ادامه بدن. عکس بعدی لطفاً. بعدی. وقتی دبستان بودم همیشه آرزو داشتم نویسنده بشم، ولی فکر میکردم که یک هدف دست نیافتنی و دوره، اصلا امکاناتی هم نبود، میدونید، یعنی توی موقعیتش نبودم که حالا کسی نویسنده باشه یا بخواد بهم راهنمایی کنه، ولی فقط مینوشتم چون احساس میکردم که نیاز دارم بنوشتن. بعد یه بار یکی از معلم‌های مدرسه از نوشته‌های من خوشش اومد و این پیشنهاد رو بهم داد. یعنی این چند سال بعدش این اتفاق افتاد. خب منم مشتاقانه پذیرفتم و موجب شد که بتونم دو تا کتاب بنویسم. عکس بعدی لطفاً. در 9 سالگی با تکواندو آشنا شدم. اون زمان مسابقاتی برای انسان‌هایی مثل من وجود نداشت، یعنی در واقع من نمی‌تونستم ثمره اون تلاشی رو که حالا می‌خوام انجام بدم ببینم. ولی از روز اولی که من پامو توی سالن ورزشی گذاشتم، من و استادم من رو توی زمین مسابقات تصور کردیم و 10 سال بعد من رو اونجا دیدیم، تونستم خودم اونجا ببینم. و اما توی طول این مسیر ناامید نشدم. من با تکواندو عشق رو و چطور زندگی کردن رو یاد گرفتم. عکس بعدی لطفا. فکر میکنم یکی دیگه، یکی از معجزات، بزرگترین معجزه زندگی من این بود که از بد و تولد دست نداشتم، با پاهام کار میکنم و این تفاوت ظاهری باعث شد من از لحاظ فکری هم با دیگران متفاوت باشم. معجزه دیگه آشنایی من با رشته زیستشناسی سلولی مولکولی بود، رشته‌ای که الان دارم تحصیل میکنم. قبل از اینکه خب بخوام کنکور بدم، اون موقع تصمیم گرفتم با انسان‌های مشورت کنم. خب نیاز داشتم. پیش مشاورای مختلف رفتم یا کسایی که به نوعی با دانشگاه در ارتباط بودن. همه به من میگفتن که این رشته کار آزمایشگاهی زیادی داره و تو نمیتونی توش موفق باشی. یا اصلا خیلی ها به من میگفتن که دانشگاه تو رو اونجا راه نمیده. ولی این هدف بزرگی برام بود و نمیخواستم به غیر از این رشته چیز دیگه ای رو بخونم. برای همین درس خوندم با اون ترسی که سعی میکردم پنهانش کنم تا به خاطرش سرزنش نشم، یعنی از طرف خودم در واقع. درس خوندم، آزمون دادم، قبول شدم. حتی یادم روزای اول سعی میکردم خودم رو پنهان کنم که استادا نبینن من با پاهام مینویسم، چون میترسیدم من از کلاس بیرون کنن. ولی امروز میبینم که تمام استادا به من افتخار میکنن و مثل انسانی منو میبینن که به اندازه همه حق داره از کلاسای درسشون و از آزمایشگاه ها و از امکانات دانشگاه استفاده بکنه. حتی اولین استاد آزمایشگاه هم همیشه به من میگه که مهتاب تو هر کاری که بخوای میتونی انجام بدی. این دقیقاً جمله‌ایه که پدرم به میگفت. عکس بعدی لطفاً. همین الان هم خیلی هستن که به من میگن تو مسیر اشتباهی رو انتخاب کردی. ولی من اینطوری فکر میکنم، ممکنه هر لحظه آخرین لحظه زندگی من باشه، ولی من تو زندگیم اجازه ندادم چیزی توی دلم بمونه. همیشه به خاطر خواسته هام تلاش کردم
عشق رو تجربه کردم، زندگی رو تجربه کردم و ازش لذت بردم و فکر میکنم موفق میشم، یعنی میخوام که موفق بشم. سخن آخر اینه که مسئول تمام کارهایی که انجام میدیم خودمون هستیم، نه کس دیگه ای. حتی اگر خیلی ها مانع ما بشن یا مشکلاتی توی مسیرمون باشه، ما میتونیم اون موانع رو بشکنیم و یا دورشون بزنیم، معجزه ها رو ببینیم، ازشون استفاده بکنیم و معجزه ها رو خودمون بسازیمشون. هدفمون رو خودمون مشخص میکنیم.